رئیس دبیرخانه کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که دو گزارش مهم درباره آسیب پذیری ها در تدارکات عامه و وزارت مالیه چند ماه پیش نهایی شدند، اما این گزارش ها از 5 ماه بدین سو به علت های گوناگون در ریاست جمهوری به بحث گرفته نمی شوند. این سند ها نشان می دهند که بارها این کمیته از ریاست جمهوری و شورای حاکمیت قانون خواسته است که درباره این گزارش ها بحث و گفتگو شود. اساس تعقیب های مکرر که با مقام عالی ریاست جمهوری و با شورای عالی حاکمیت قانون ما داشتیم، با ما وعده سپرده شد که در هفته جاری و یا در هفته آینده در جلسات شورای عالی حاکمیت قانون تنظیم می گردد و بعد از او نشر می شود. دیدبان شفافیت تأخیر در پخش گزارش های کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری را نبود اراده جدی حکومت در برابر فساد می داند. جلوگیری از نشر گزارش کمیته مشترک نظارت و ارزیابی در مورد تدارکات یک مداخله مستقیم در کارهای نهادهای مستقل است که نشان دهنده عدم اراده سیاسی به خاطر مبارزه با فساد است. از سوی هم این سند نشان می‌دهد که الهام مرهوتکی هنگامی که سرپرست اداره امور نیز بود، رئیس کمیته نظارت و ارزیابی را به اداره گمرک‌های کشور پیشنهاد کرد و رئیس جمهور این پیشنهاد را منظور کرد. رئیس کمیته نظارت و ارزیابی میگوید که او از این پیشنهاد خبر نداشته است. دا لوی خبره ده چې د یو گزارش په نخ پرولو الهام هوتکی د تدارکات ملی په څیر دی وی مهمی او لوی ادارې واک او مشري یو بل چاته ورکوي. له وزارت مالی څخه د درې ادارو جلا کول او ادارې امور ته سپارل هم د دوی طرحه وه. د دوی هدف د فساد مرکزی کول او د سترو عایداتي منابعو تر خپل کنټرول لاندې راوستل وو. این باره اداره تدارکات از پاسخدهی شانه خالی میکند، اما ریاست جمهوری با فرستادن پیام میگوید که این گزارش ها زیر بررسی هستند و رهبری حکومت برای اصلاحات همه جانبه به ویژه در بخش های زیربناها، اواید، گمرک ها و مبارزه با فساد و جلوگیری از مداخله زورمندان و مافیا کار میکند. بر بنیاد اطلاعات نخستین در گزارش های کمیته نظارت و ارزیابی، 50 مورد آسیب پذیری های جدی در تدارکات عامه و 80 مورد آسیب پذیری ها در اواید و گمرک های وزارت مالیه شناسایی شدند.